یادم نمیره پسرم. سه چهار بند میخونم، سه بند میخونم دیگه، هر جوری خواستی گریه کن دیگه، حرفی هم نمیزنم. یادم نمیره پسرم، به سینه ناخون زدنه، یادم نمیره پسرم، به سینه ناخون زدنه، قد توی زره نداشتی که بپوشم به تنه، خوابیده بودی زیر خاک، دیدم هفتش تا نیزه را تو اون بدن. آخه دشمن فکر کرد اینجایی که خاک جمع شده حتما یه زیور آلاتی چیزی پنهان کردن، همه با نیزه فرو کردن. خوابیده بودی زیر خاک، دیدم هفتش تا نیزه رفت تو بدنه. وای که هر چقدر دقیق هر ملک گلو تو زد، در عوض این نیزه دار اصلا هدف گیری نکرد، نیزه رو بی هوا زد. حالت چشا تغییری نکرد. خیلی توضیح داره، این رد میشه. یادم نمیره پسرم، ببخشید منو امام زمان ببخشن، حرفم تمام شد. یادم نمیره پسرم، کار تو به کجا کشون، برای یک ساعتم جسم تو زیر خاک نمون. یادم نمیره پسرم، کار تو به کجا کشون، برای یه ساعتم جسم تو زیر خاک نمون. اون که سر خاکی تو مرد، شما فرمودین سر ابی عبدالله رو تو آب فرات چون سجو دادن و بردن، اما سر این شیرخواره چطور؟ یادم نمیره پسرم، کار تو به کجا کشون، برای یک ساعتم جسم تو زیر خاک نمور. اون که سر خاکی تو برد، سرت رو با قلاف شمشیر می تکون. چجوری میشه خاک و تکون؟ یا با دست بزنی سرت رو با ضربه. اما آیا چیزی که خاکی اول
حسین 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 حسین. اینقدر این مصیبت سنگین بود خدا خودش به حسین تسلیت گفت. ارباب ما تکلیف همه عالم رو معلوم میکنه، همچی بچه تیر خورد مونده بود خیمه بره کجا بره، بیاد کمک اربابتون دونی. حسین حسین، حالا که داری گریه میکنی من دو سه خطم دو بیتی برات بخونم. اینا بچه هاشون رو فرستادن حس مادریه، داری میری تو میدون زود برگرد آی مادر، میشه مادر پریشون زود برگرد. به دل من بد افتاده عزیزم، برو اما علی جون زود برگرد، اما ساعتی نگذرش. آی میدونستم گلو پاشیده میشه، آی گل امید مادر چیده میشه، گلوی تو کوچیک نیزه پهنه نوکش از تو دهان